mai behor bu mai rana mi jone shirin ye lav bu mai rana ah imsali hava site der rana mi behey galush ti padar mai rana حسام باشو باشو باش حال کردی باشو گیلان دیگه اینا خوابه خیلی خوب بود اینا خواب دیدی میبینی چیدی اصلا آرامش باشو باشو نیما امیر باشو ببین بچه ها میدونم واقعا این صدا خواباوره آرامش بخشه جدی دارم میگم چون با اون حجم استرسی که من ازتون دیدم اینجوری آروم با این صدا خوابیدید واقعا جای تقدیر تشکر داره هنوزم استرس دارم آقا شما با این آهنگ آرامش به دست داد اما ما وقتی استرس میگیریم میخوابیم آها شما استرس میگیریم میخوابیم حالا من آروم شدم اصلا من هم استرس داشتنی اشتهام زیاد میشه هم خواب تو یکی آره حالا شما الان راحت باش کاری باز نداره نیما چه خبر قربونت برم شما خوبی عالی شما با 4 تا سفید قاطع اومدین بالا بله بله به امید خدا خدا رو شکر بچه‌ها الان قصه خیلی فرق کرده میدونید ترسناک شده خوبه خوبه این میخنده من این شب آره آره مرانگاه مرد مرد خوب خندق بنا آره واقعا ترسناک شده چون گروه ها همه گروه هایی هم که دیگه همه تقریبا 4 تا سفید و یا نهایت دیگه 3 تا سفید بودن ولی خوب بودن اومدن آسا میدونی من به چی تشبیه میکنم به چی؟ من فکر کنم جام جهانیه از تو گروهمون بیایم بالا میریم تو حذوی بعد تو حذوی همینطور میریم بالا خیلی به پنالتی نکشه جذاب میشه پنالتی بزنیم چون بازیگرها و بازیکنهای بزرگ پنالتی نمیتونن آره آفرین یاد روبرتو باجیو کجا زد روبرتو باجیو کجا زد بیرون زد زد فینال زد بیرون دیگه تو هوا کریستیانو رونالدو رو آقای بیرامن گرفت دیدی دقیقاً بچه‌ها امیر تو خوبی عالی سر حالی فوق العاده کی رسیدین شما رسید تهران ما خیلی دیر وقت رسیدیم ما 550 کیلومتر راه میاییم نه بابا 550 کیلومتر برم گردیم میشه 1100 کیلومتر و یه اتفاق میفته ما میرسیم به تهران سیل میگیره بارون میگیره بارون یه عرب چسبیده به ما از گیلان میاییم به هر کبیر هم بریم بارون میاییم هر جا بریم با خودم بارون میبریم ما زمانی که الان داریم ضبط میکنیم شب قبلش یه بارونی اومد طوفانی گرفت کارواش میرم میخوام بیام تهران میرم کارواش هر وقت کارواش میرم بارون میاد بچه ها میدونم که شما ماشاءالله خلاق این هنرتون قابل نمایشه قشنگ دیدیم همه میدونیم چی به چیه ولی خب حساسیت من باید بهتون تذکر بدم حواستون باشه ما الان لذت بردیم از این حساسیت بریم آیتم پایانی خوابو برو فقط اینو جواب بگیر آها بگو اینو بگو بریم یک دو سه میچنه یره ای در بوده بو غبای گالشی آها بگو امرت بیچار بنای بو خب میریم به استقبال اجرایی که از آستارا میاد هنرمندای گروه سهند از آستارا آستارا شهر خیلی دیدنی استان گیلانه چیقیرتما داره باسترما داره غذاهای خوشمزه داره حتما چیقیرتما چیه چیقیرتما نخوردین نه غذای آستارا چیقیرتما نخوردین بابا چیقیرتما چیقیرتما خودش بابا ترکمنا به چیده تر از املت نخوردی خودت جان ترکمنا میگن چکترمه بهش مثل جقلی بغور مثلا جقلی بغور آره ولی خب محتویاتش فرق میکنه عزیزان چون اسم آستارا اومد بهتره بهتون بگم یکی از زیباترین و عجیبترین جاهای جهان توی آستارا است اگه برای تفریح تشریف بردین تالاب استیل حتما برید تالاب استیل نمیدونم خبر دارید یا نه من درخت نقره رو دیدم چیو؟ تالاب نقره حالا فلزات دیگه مال روزای دیگه است تالاب استیل درخت‌ها توش جابجا میشن مثلا فردا صبح میری میبینی که جای درخت‌ها توش عوض شده ببخشید من مزنی هم نفهمیدم چی گفتی آقای نه ببین میگه درخت‌ها توش جابجا من میترسم درخت‌ها چیه جابجا آره. میشن آقا حالا باید برین تا ببینی فقط خواهش می‌کنم اگه رفتین اونجا پای اون درخت‌ها آتیش روشن نکن نابودش نکنید فقط سر بزنید خیلی ممنون بریم به استقبال اجرای گروه سهند سلام سلام
حالتون چطوره؟ خسته نباشید. برخلاف اون چیزی که فکرشو میکنید، امروز یه برنامه عجیب و متنوع برای شما عزیزان دارم. این برنامه مبتنی بر سکوت و تمرکز خیلی خیلی زیاده. برای اولین بار در رسانه داره اجرا میشه، تو شهرهای دیگه آزمون خطای خودشو داده و بسیار جواب داده. فقط لطف بکنید سکوت، گوشی ها از دسترس خارج، پرواز و سکوت. و کار من اینه، با ذهن خودم بادکنک رو میفرستم بالای سر شما، یه دور میزنه و بر میگرده به دستان من و فقط سکوت میتونه این اتفاق رو بگوش. اگر فکر میکنید واقعا این بادکنک چیزی تراشی دوش کار گذاشتیم یا هدایتگری داره، داورا تاچش کنن لطفا. هیچ اتفاقی توش نیست. یه دستی بهش بزن، نه کار دارم. بله بسیار عالی. آقایون خانم ها، این بادکنک الان معروف ترین بادکنک ایرانه، چون سه تا ستاره تاچش کردن. بزن دست مشکله رو و بعدش سکوت لطفا. متشکرم از شما. سکوت کامل. شش، 37، 99، 72. باشه شماره کارت منو بده. خیر، شماره کارت خدا آقا جان، شماره کارت منو بده. بودو بیا همینجاست. اینجا رو گفته بود دیگه. برو کنار اینو بده. بنویس، فقط سری بنویس، ما کار داریم، وسط کار هستیم. عزیز من، شماره کارت منو. شماره کارت چرو چرو بذار شماره من بدم بده. شماره کارت رو بگو، بگو، بگو. بگو. حفظ سیستم که الان یهو میگی. آقا واسه خودم اسمس میکنم برات. برو بالا، برو بالا، زود باش. زود باش، عجله داریم. برق داره اینجا به هدر میره. برو بالا. این وای وای وای، این نیست، این نیست، واسه اینجاست. برو برو برو. اینجا اتصال برق داریم، کولرم هی اذیت میده. سری برو اینجا بالا. وسط برنامه من اومدید. برنامه‌ای که احتیاج به سکوت داره، احتیاج به آرامش داره. اما هم دو دقیقه به ما گفته با عجله باید بیای اینجا. برق مشکل داره، کولر روشن نمیشه، کولر باید سرما رو بده. الان این گرم یعنی چی محال بشه الان؟ یعنی چی فیش میکنی؟ عزیزم، عزیزم، من هنرمندم. هنرمند؟ هنرمندم، اومدم یک برنامه ذهن اجرا بکنم. چی؟ تو چهرهای دیگر هم اجرا کردم. با سکوت این بادکنک پرواز میکنه بالای سر تماشاگر و داوره بر میگرده طرف من و اتفاق عجیبی میفته. چی زدی؟ حالت خوبه؟ بادکنک پرواز میکنه بر میگرده. بله بادکنک. تو با چی داری حرف میزنی؟ تو فکر میکنی الان میخوای اینو پرواز بده بره اونا رو درست کنه؟ راست میگه، برم اون بالا سیمکشی رو درست کنه. هنرمندم، هنرمندم. برو دنبال کار، بگو چیز کار، چه سرمایه، چیز از کار، جاوید از کار، چی میگی؟ اولا داداش ما خودمون سیمکشیم، به ما یاد نده هنرمند. بله. هنرمند، برو دنبال کار. سیمکش، لولکش، باشه 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 باشه، بس جاروکش، دنبال کار باید بریم. باشه، مشکلی نیست. شما خودتون معرفی میکنید، من بشناسم با کیا طرف هستم، با کی هماهنگ کردید اومدید تو؟ ما خودمون هنرمندیم. هنرمند. ما حقمون رو خوردن اومدیم شدیم سیمچش. بله. تو منو نشناختی واقعا؟ من شما رو نمیشناسم، اگر معرفی کنید خودتون بهتر. شما واقعا منو نشناختی؟ نه من نمیشناسم. ما رو نمیشناسید. دوستان شاید بشناسن. قبلا هنرمند بوده. بنده اسمم قدرته. آقا قدرت. قدرت بله. آقا قدرت. فامیلیم الهی. بله. قدرت الهی. قدرت الهی. ایشون بنده هم قسمت. آقا قسمت، قسمته؟ الهی. قسمت الهی، قدرت الهی. بله. شما با هم دیگه نسبت دارین؟ نه خیر. نه نه. هیچ نسبت. همون فکر می‌کنم ما نسبت داریم. هیچ نسبت. نسبت نداریم. پس چی هستین؟ برادر ما. داداش. شما داداش ولی نسبت نداریم. نسبت نه. فامیلا نسبت دارن. نسبت‌های سببی، نسبی. قسمت الهی، قدرت الهی. قسمت الهی بود که من دنیا. قسمت بود این به دنیا اومد. می‌تونی از اونجا بیای بیرون، من باغرم چارت. عزیزم، حالا که اومدید اخلال ایجاد کردید در برنامه من، برنامه منو به هم زدید. بذار بیاد بیرون. بیا بیرون. میخوام بیا بار کنم. بیا بیرون. بیا بیرون. اومد. اومد. برو بر. خیلی عالی. برو بر. ببرید اون طرف لطفا. ما یک هنرمند. هنرتون میخوام بدونم چی. تقلید صدا. تقلید صدا خیلی. ما آخر تقلید صدا. انجام بدید برید. صداهایی رو که ما تقلید میکنیم رو همه از حسودی به ما نمیتونن نمره امتیاز بدن. خب این اتفاق خیلی خوبه. از کارتون شروع میکنیم. از کارتون شروع. هانا دختری در مزرعه. هانا دختری در مزرعه. بفرمایید. هانا که میشناسیم با مادر زندگی میکرد، توی مزرعه گاو داشتن. بل. هانا میره صبح اول وقت گاو رو برمیداره، میره تو مزرعه، میخواد بره چه بره مزرعه چرا بشه. گاو میره رودخونه شنا میکنه. بل. هانا میمونه بیرون نگاه میکنه. بله. همینجوری که داره مامان سنجش رو گرفته اومده، هانا نیست.
بله. وای هانا نیست. دادم وای هانا نیست. بدبخت شده. مادر هانا رو. هان مادر هانا به هانا این هانا رو این میخواد. هانا رو. هانا. نیست دختر نیست. نیست بله استرس. گاو نیست. اون حس رو داشته باش. گاوم نیست. نیست. هانا. وای دادم چلو منم باش. هانا. مادر هانا. این مادر هانا. استرس. هانا کیه؟ هانا این هانا. هانا. بله. هانا رفته رودخونه. بله. نشسته نگاه میکنه. حالا هانا صدای مادر رو شنیده، هانا به مادر هانا بله ماما بهتر از این هانا نداریم. خیلی عجیب، خیلی عجیب. خداوند یه هانای آفریده و زیبا، واقعا خیلی زیبا و زیبا، بهترین هانای دنیا. آره ژنتیک میخواید تا صدای دیگه ای هم بریم برات؟ نه اون چیزی که من دیدم و شنیدم مطمئنا داورها و حضارم زیاد دوست نداشتن اینو، یعنی اگر هنر دیگری دارید عرضه کنید، این چیز قشنگی نبود. ما تو بازیگری هم تمام حق ما رو خوردن. اصلا هیچ ایرادی نداره. من یه جا رفتم، یه جا چی سالها پیش تلاش کردم، هر جا رفتم تست دادم، دیدم برنورد از من زودتر رفته. اون رفت شد، من شدم سیمکش. آره. منم همینطور. اینم اینجوری. شما به جای. بله. کسی حق داره. رفتم انتخاب شدم. بله. نمیخوام اسمشو بگم. اول اسمشو بده. میلیون ها تومان خرج خوابیدنش و بستری شدنشه. 100 هزار تومان کم آوردی. خب 100 هزار تومان. من غلط کردم، ازدواج کردم، اومدم خانم من مریض شده، 100 تومان ندارم. مثاله تو فیلمه. چرا؟ مثال. مثال تو فیلمه. همش مثاله. مثال تو فیلمه. همش توهم. همش مثال توهم. بله. ما همه بازی میکنیم. یه آقایی به نام فرشید اونجا نشسته تو تماشاگر، ازش درخواست کن 100 تومانو بگیر. همین. بازیگری کن فقط. همین. با اکت داشته باش. اکت. از چی فرشید؟ آقا فرشید. تو که ازدواج کردی من دعوت نکردی عروسیت؟ ترس کن، یه فکر کن یه چیزی زدی، فکر کن من ازدواج کردم. آه مثل اون. همه چی تصور و تخیل. تخیله. بله. میریم فرشید. فرشید. نه فرشید نباید اینجوری صدا کنی. این دافعه داره ناراحت میشه. ملایمتر باش. فرشید. اوی یه دقیقه بیا. صد تومن. صد تومن. یه مقدار ملایمتر. ملایمتر بازم. فرشید. یه صد تومن اجری. فروتنی رو بیشتر کن. بیشتر کن فروتنی. فروت خیلی بنمایه این خیلی نفس. فروتن کنم. فروتن و خضوع رو داشته باش، خشوع رو داشته باش، بیشتر خشوع داشته باش. خشی خودتو بیار پایین‌تر. 100 تومن باز هم پایین‌تر به حالت التماس و تضرع بخواد باشه. باز برو پایین‌تر تو خاک بیوف، تو خاک بیوف. باشی باش شو نابود کن خودتو. باشی زد زرد باشی زد بگو بابا. خیلی قشنگ، خیلی زیبا بود. 100 هزار تومن این برای 1 میلیارده. 100 تومن اینجوری نشون میده. ببین تاثیر رو صورت ها نگاه کن. 100 تومن بدم فرشید پول نمیده به تو. من 100 تومن رو بدم کارت را بیار عزیزم. ها شما بازی کن تو با فرشید. من برم از فرشید 100 بگیر. از سریعتر لطفا 100 هم برای من میگی 200 بریم با هم. چل بیژن فرشید. فرشید ریت دونتر هومن فرشید. فرشید آقای شکیبا فرشید. فرشید نعیم باجی فرشید. فرشید دادا با دادا فرشید. آقا ربا فرشید. فرشید آقا من با فرشید قهرم باش حرف میزنم. به بیژن گفتم، بیژن به هومن بده، هومن به آقای شکیبا، آقای شکیبا به نعیم باجی، عبدالله پولو بگیره ازش. قسمت از هر کسی میگیری بگیر، از فرشید نگیر. بذار بگیر فرشید بخوای بگیری من میدونم با تو. از هر کس میخوای بگیر، فقط از فرشید نگیر. از هر کسی از هر کس بده. زود باش بده، زود باش پول بده دیگه. خودت من... گفتی از هر کسی میگیری بگیر. من که از خودم چی نگفتم چی. نه من بی خود، یعنی به من گفتی از هر کسی میگیری بگیر به جز فرشید. منم از تو میخوام. داری بده بس عزیزم، بس کافیه. کافیه. ما دیدیم تو شما رو دیدیم که من راضی نبودم. نمیدونم شما اگه راضی، من بعید میدونم. من بعید آقای میدونم. آقای شما راضی نبودم، راضی نبوده یه بادکنش برداشتی میکنین بزن بحت کودشه یا کودکستانه یا تولده. اونطوری صحبت نکن، اینقدر خود رأی نباش. بهترین قاضی این مردم هستن، بهترین قاضی این عزیزان هستن که اینجا نشستن. بله. اگر این عزیزان راضی بودن دست زدن این چراغ هم روشن کردن، احتمالاً یهو دیدیم ما هم رفتیم برای خجالت میشید. خیلی متشکرم، به اجرای من نمیرسیم. به به باریکالله قربونتون. از هر دا ما تو سریال ها هستیم. دیدی حالا تو برو بادگونش بده. آبا بادگونش بده. تمومه؟ آره آره تموم شد. تموم شد؟ آره دیگه. یا دیگه سفیدو گرفتیم بیخیال شد. نه دیگه اون دفعه تو شما وسط ها مون دفعه. آره آره اون دفعه داشت طولانی میشد. آفرین گروه سهند از آستارا. بچه‌ها یعنی
یعنی تو خونتونه با مزدگی به نظر من. حالا حتما صحبت میکنن داورا، یعنی همین متن رو میدادن به یه گروه معمولی دیگه مثلا شاید با مزه در نمی اومد، ولی شما دمتون گرم. اصلا گیلانیا فکر کنم اینجوریه خانم نظام دوست، اصلا شیرینه. اصلا میرید توی مثلا رشت خیارم بخوای بخری نیم ساعت میخندوندت بعدا، اصلا آدم دلش تنگ میشه. آره. به خدا زنده باد، خیلی ممنون. واقعا خسته خب نباشی. اول از همه خانم نظام دوست سفید دادم بفهم. نه نه، من آقای بنفشه خاص سفید دادم. آقای بنفشه خاص شاید به خدمتتون، به نظر من از اجرای قبلتون خیلی بهتر بود. بعد این تیکه اولش واقعا سورپرایز شدم، بادکنک و اینا سر کار بودم، میخواستم ببینم واقعا این کارو میتونی انجام بدی چی. بعد نگاه میکنم ببینم نخ نامرئی بهش آویزونه، سر کار بودم تا اینکه دوستان از اینجا اومدن دوباره سورپرایز شدم که توقع نداشتم. اگه از اونجا میومدین لو میرفت که بادکنک قضیهش الکیه. خیلی بامزه بود، لهجهتون خیلی شیرینه، ریاکشن های شما، بازی شما معرکه بود. اینکه دوستان اومدن شما شاکی بودی و نگاه میکردین برای که اینا کار منو خراب کردن، براتون آرزو موفقیت میکنم. آفرین، ممنونم. خانم نظام دوست بفهمید. عالی، مثل همیشه کلی لذت بریم، خسته نباشین. ایشالله شما هر روز بهتر از دیروز زندگی. ایشالله اجرای بعدی دیگه میتر کنید. متشکرم. شهرام خان بفرمایید. ببین یه کار خیلی عجیبی کردن، این متن هیچی نداشت. همین. ولی یه کار یه جوری اینو اجرا کردن که با نمک بود. نمیدونم، بازی به همه چی سوار بود و نمک بازیگرا همین جوری افشانده میشد. با نمکی لهجه شما عالیه، خیلی با نمک این لهجه. بله ماشاءالله. زنده باد. و هومن عزیز، متن دفعه قبلتون بهتر بود برخلاف انتظار، یعنی حرفای بیژن. بله. بازی بادکنکم اولش بیژن درست گفت، منم سر کار رفتم ولی میدونستم این اتفاق نمیفته، فقط منتظر بودم اینم چه اتفاقی میفته. همین که هممون سر کار گذاشتی و صحنه رو گرفتی تو دستت خیلی عالی بود. خیلی ممنونم، متشکرم. دست شما هم درد نکنه. خیلی خوش اومدید. بله، گروه سهند که خیلی هم پرطرفدارن توی گیلان و خیلی از شهرهای کشورم اجرا میکنن، باهاشون خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون، امیدوارم که بازم ببینیمشون. آرزو شخصیه دیگه، یه جوری داره میشه که کم کم گروه های ایفن جان. ببین که از این پشت اومدن خیلی بال بود، هیچ کس این کارو نکرده بود توی اجراها. خوب بود دیگه، خلاق بودن. ببینید اینا آدرس این برنامه رو درست اومدن، یعنی قرار نیست اینجا کسی شاخ غول بشکونه. خنده بیاریم به لبها در چارچوبی که بتونیم همه لذت ببریم به همین راحتی. خیلی ممنون. البته سهل ممتنه، باز توضیحش زیاده. بریم سراغ قسمت بعدی. دست